تناقضات و تعریفات تاریخی مستند سردار سپه در شبکه من و تو، حقایق تاریخی شیخ خزعل و رضا پهلوی. شبکه سیاسی من و تو مستند تاریخی را منتشر کرده است که بسیاری از مطالب این مستند خلاف واقع و تعریف شده است. مستند سردار سپه که در 90 دقیقه تدوین شده است، اکثر مطالب تاریخی را با تعریف وقایع به نفع سلطنت طلبان و حامیان پهلوی قرار داده است. اگرچه در تمام این ویدیو به قدرت و ثروت شیخ خزعل حاکم اهواز اشاره نموده است، اما در طول ویدیو سعی در کوچک کردن و نادیده گرفتن قدرت و ثروت ملت عرب اهواز را داشته است. نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. در واقع نقشه رضا پهلوی برای مرکز گرایی و تضعیف ملت عرب برای گسترش سرزمین فارس حمله به سرزمین ملل غیر فارس بوده تا آن ممالک را تحت تصرف بلا منازع حکومت فارس درآورد. بعضی ها تاریخ دولت اهواز را فقط در دوران شیخ خزعل می دانند، در صورتی که اهواز در دو مرحله، یعنی دو دولت در اهواز پایگذاری شده. دولت اول که صدها سال پیش در اهواز حکمرانی می کرد و پایتخت آن شهر حویزه بود، مشعشعیان بودند. بعد از مشعشعیان شیخ سلمان اونجا حکمرانی کرد و بعد از شیخ سلمان شیخ جابر و بعد از شیخ مظهر و بعد از شیخ خزعل است. ولی دولت اهواز و تاریخ سیاسی اهواز فقط در مرحله حکمرانی شیخ خزعل خلاصه نمیشه. ولی در مورد سیاستمداران اهواز با سیاستمداران فارس حاکم در تهران چطور بوده، چگونه بوده، طبیعتاً یه سری فراز و نشیب‌های سیاسی و تجاوزهای زیادی شده، همونطوری که الان بین حکام تهران، آخوندها و کشورهای همسایه آذربایجان، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج عرب، عراق و ترکیه صورت میگیره و بنابراین تمام اون رخدادهایی که در اون بره از زمان شکل گرفته یک نوع توسعه طلبی اون زمان که توسط حکومت فارس بر همسایه های اون اجرا می شد، متاسفانه در زمان حکمرانی شیخ خزعل اتفاق افتاد. تاریخ بیان می کند که شیخ خزعل تحت نفوذ هیچ قدرتی نبوده و بزرگترین قدرت زمان خیش بوده است که بریتانیا با رضاخان برای براندازی آن اقدام می کند، اما تعریف کاران تاریخ من و تو این واقعه را معکوس نشان می دهد تا به مردمانی که هنوز اطلاع کاملی از تاریخ استعمار و غارت بزرگ حکومت پهلوی از مردمان عرب اهواز شده را پاک کنند. بریتانیا دیدم قانون این گونه است که کسی که میخواد برود به عربستان بایستی برود بغداد و برود پاسپورتش رو سفیر انگلیس در بغداد مهر بکند تا بتواند وارد شوشتر بشود، یعنی اون منطقه رو جزء ایران هم به حساب نمیبردن، و بعد حتما بایستی برود پیش خزعل